گلگشت برنامه است کاملا مستقل بدون وابستگی به نگرش‌های قومی، سیاسی و دینی. گلگشت کوشش می‌کند دیدگاه‌های گوناگون سیاسی، ادبی، هنری و فرهنگی کارشناسان، نخبگان و فرهیختگان را به شما ارائه دهد. با این امید که فضای گسترده‌تر برای تقابل اندیشه‌ها به دست آید. نگرش‌های متفاوت را برمی‌تابیم، پاکیزگی کلام را پاس می‌داریم و با هم به گلگشت می‌رویم. با صمیمانه‌ترین درودها، حسین حجازی هستم. برنامه امروز گلگشت رو با مهمان ارجمندی که معرف حضور شما هستند از هفته قبل که در خدمتشون بودم ادامه میدم. پای صحبت آقای دکتر اردشیر بابک‌نیا خواهیم نشست. قبل از اینکه بپردازم به گفتگوی خودم با آقای دکتر بابک‌نیا، تسلیتی دارم برای تمام دوستان، آشنایان و به خصوص فامیل ارجمند آقای دکتر عبدالمجید مجیدی. دکتر عبدالمجید مجیدی چند روز پیش ما رو ترک کردن. خدمات ایشون و کارهایی رو که در طول خدمت سالیان خودشون به کشور ما انجام دادن، بر تمام کسانی که با ایشون آشنایی دارن و داشتن پوشیده نیست. روحشون شاد باشه و برای ایشون آرامش روح آرزو میکنم. دکتر مجیدی یکی از شایسته ترین، پاکیزه ترین و صالح ترین و مسلط ترین شخصیت هایی بود که در زمینه مسائل اقتصادی سالیان سال در وزارتخانه های مختلف ایران در زمان حکومت سابق مقام وزارت رو داشت. مدیر عامل سازمان برنامه و بودجه بود در ایران و در طول مدت خدماتش در سازمان برنامه و بودجه آثار و کارهایی رو از خودش به جا گذاشته که هرگز فراموش نخواهد شد. یادش گرامی باد. خب، به دنبال صحبتهایی که هفته پیش با آقای دکتر اردشیر بابک‌نیا داشتم پیرامون 4 جلد کتاب مملو و از مطالب آگاهی دهنده در مورد بشریت، در مورد این موجودی که میتونه اگر سبع باشه، اگر ذاتش ذات خونخوار و عرض کنم مخرب باشه، چه فجایعی رو میتونه به وجود بیاره. این انسان دوپا، هیچ موجودی فکر نمی کنم در این کره ارض وجود داشته باشه، در دنیای حتی حیوانات، که بتونه سبوعیت بشر سبوع رو داشته باشه. این یکی از اون مسائلی است که واقعا حیرت انگیزه و گرفتاری در اونجاست که این آدم کشی ها، این خونخاری ها، این سبوعیت ها همکنون که من و شما با همدیگه نشستیم و گفتگو میکنیم ادامه داره در بسیاری از نقاط جهان. افرادی هستند که بدون محابا، بدون ترس کشتار میکنن، زور میگن، تجاوز میکنن، زندان میکنن، شلاق میزنن، میدزدن، غارت میکنن و فریاد رسی نیست. آیا روزی میشه که بشر، این بشری که تاریخ چند هزار ساله بشریت مملو و از کارهای غیر انسانی و کشتارهای اوست، دست از این کارها برداره و دنیا بتونه روی صلح و صفا به خودش ببینه؟ این سوالی است که من لااقل در مورد خودم باید بگم که فکر نمی کنم در فاصله کوتاهی که به پایان عمر من مونده و امثال من بشه بهش امیدوار بود، چون شرایط روز به روز به جای این که بهتر بشه بدتر و بدتر میشه و همونطور که عرض کردم افزایش جمعیت روی زمین، کمبود منابع و بودن شخص و افرادی مثل این افرادی که نام بردم این موضوع رو فعلا در شرایطی قرار داده که به نظر نمیرسه تا سالیان سال فریادرسی باشه و امیدی باشه. ولی امیدوارم که من اشتباه بکنم و واقعا جهان روی صلح و صفا به خودش ببینه.
با حضور، ضمن این که باید راجع به این افراد صحبت کرد، با حضور افراد صالح، افراد انسان دوست و کسانی که شخصیت هایی که واقعا واسه بشریت خدمات شایان توجهی را انجام دادن. آقای دکتر بابکنیا خوش آمدید. ممنونم ازتون مجددا. خواهش می‌کنم. دکتر بابکنیا توضیح بفرمایید راجع به تلفن هایی که دریافت کردید از جاهای مختلف و شما را نیمه شب از خواب بیدار کرده، یعنی در دل صبح در واقع میتونم بگم 2-3 بعد از نیمه شب، و من خوشحالم از این که واقعا هموطنان ما این حساسیت ها رو راجع به مسائل این چنینی دارن و بهش توجه میکنن. ممنونم ازتون. همونطور که خدمتون گفتم، من چندین تلفنی که داشتم از اروپا و از نقاط مختلف امریکا، زمینه اصلی اینها و تم اصلی اینها این بود که ما برای با این صحبتهایی که هفته پیش با شما و در رادیویی که شما باش پرژن رادیو برنامه داریم و محبت کردیم، دالا دو سه بار با من مصاحبه کردین، به من میگفتن که ما برای نخستین بار به این مسئله پی بردیم که مسائلی فجایع این نظیر هولوکاست متعلق به یک قوم خاص نیستش و تعلق به انسانیت داره. و حتی یکی از انسان‌های فرهیخته و نازنین به من میگفت که من 77 سالمه و استاد تاریخ هستم و در 60 سال گذشته من درگیر آموزش یاد گرفتم و یا یاد دادن تاریخ بودم و همیشه هولوکاست رو یک مسئله یهودی میدونستم، در حالی که با صحبتهایی که هفته گذشته با شما داشتیم من به این واقف، به این مسئله واقف شدم که برام بیشتر تأیید شد که این ربطی به یک نژاد و یک ایمان خاص نداره و این یک مسئله انسانی، یک فاجعه انسانی است که بایستی از اون دیدگاه نگاهش کرد، زیرا که یک نسل قبل از هولوکاست در ترکیه این کشتارهای نسل کشیها نصیب ارامنه بیپناه و بیگناه اون سرزمین شده بود که گروهی به بهانه پاکسازی مملکتشون و یک پارچه کردن مملکتشون به یک مملکت اسلامی، بیش از 1,000,000 مادر و کودک و مرد و زن و مرد و زن و پیر و جوان و بیمار و علیل رو از بین بردن و بیش از 1,000,000 از اونها هم آواره کردن. و پس از اون، حتی بعد از هولوکاست هم همونطور که همه مطلع هستن، در دهه 1970 در کامبوجیا خمر سرخ 1,700,000 نفر از مردم خودشون بود که به اینا میگن خود نسل کشی، آتو جنسای، که به خاطر که مرام دیگری از مرام خودشون داشتند این ملت خودشون رو از بین بردن. و بعدم دیدیم در بوسنی یا بازنیا چند صد هزار مسلمان، زن و کودک و مرد مسلمان مجددن بی پناه بی گناه رو فقط به جرم اینکه ایمانشون با ایمان سربها متفاوته و اونا میخواستن همون پاکسازی بکنن، کلینزینگ و این بهانه است واقعا. و از مسئله جنگی که بین جنگهای داخلی که اونجا بود پس از تجزیه چکسلواکی استفاده کردن و صدها هزار زن و کودک مسلمان از بین بردن، و پس از اون در رواندا مسیحی رو کشت، پس از اون در دارفور مسلمان رو کشت، مسلمان عرب مسلمان غیر عرب رو از بین برد، و یا الان در سوریه دو گروه مسلمان تا
دارن همدیگر رو قلقم میکنن و برای همین میگم تلفن هایی که میشد این بود که این همه گیر است، چیزی نیستش که به یک قوم خاص. این یه بلیه جهانی است، بلیه جهانی یا یک بلیه بشر انسانی است که هر زمان یک گروه رو مورد تهاجم قرار میدن و اونا رو بلیم میکنن، اونا رو سرزنش میکنن، متهم میکنن به مسئله ای و خیلی راحت یه جنگ به وجود میارن، در اون بحبوحه جنگ این ملت رو از بین میبرن. دکتر بابکنیا، سوالی رو تو برنامه رادیویی باتون در میون گذاشتم به دنبال تماسی که یکی از شنوندگان رادیو گرفته بودن و فکر کنم سوالی که باید بهش توجه بشه و جناب علی خیلی مبسوط پاسخ دادید به این سوال من. شما تو این کتاب از تمام نسل کشی هایی رو که اتفاق افتاده کم و بیش ذکری کردید، ذکری به میون آوردید و توضیح دادید، هم اکنون هم در صحبتی که مطرح کردید این رو به خوبی در واقع توضیح دادید. سوال این بود که در مورد فلسطینی ها و کشتاری که در اون منطقه صورت میگیره چرا آقای دکتر بابکنیا صحبتی نکردن؟ مسئله مردم فلسطین چه میشود؟ همونطور که من پیروزم در برنامه رادیویی گفتم، من ممنونم از این سوال، منتها اون چی که الان در فلسطین در منطقه خاورمیانه داره اتفاق میفته زمینه که یک مسئله بسیار غم انگیز، یک فاجعه هست اونم به نوعی، یک فاجعه هستش. منتها باید توجه کرد که این فاجعه در نتیجه منازعه اسلحانه دو گروه هست، مسلحانه دو گروه هست که برای منافع خودشون می جنگه. این منافع سرزمین، آب، خاک، منافع اقتصادیشون هست و این مسئله تفاوتی داره با اون چیزی که در ارامنه نسبت به ارامنه انجام داده شد که یک گروه رو فقط به خاطر اینکه مذهبشون با مذهب حکومت مرکزی ترکیه فرق داشت از بین بردن، یک گروهی که بی پناه بی گناه بدون اسلحه از خانه هاشون بیرون کردن. من ضمن این که این اگر اینطور اعتقاد نداشته باشم، من فکر میکنم انسان نیستم و اگر اینطور اعتقاد نداشته باشم که الان براتون توضیح میدم، مجددن هولوکاست اتفاق خواهد افتاد و این مسئله اینه که از دیدگاه من، از درون قلب من، یک کودک بی گناه و بدون اسلحه وقتی کشته میشه، در دامان هر مادری اون کودک یک کودک مرده است. تفاوت نمیکنه امریکایی است، ایرانی است، یهودی است، عرب، سیاه، چینی، اوکراینی. منتها وقتی دو گروه با هم اسلحه دست میگیرند و اون طبق قراردادهای بین المللی، طبق کنوانسیون 1948 ژنو و سازمان ملل متحد در ژنو در آن زمان، اون رو نسل کشی به حساب نمیارن. اتفاقا یه مسئله رو شما پریروز عنوان کردین که تکلیف چیست اگر درست مثل همین الان که در فلسطین دو گروه با هم از نظر نظامی با هم متعادل نیستن. این مسئله در دوران جنگ دوم جهانی هم اتفاق افتاد. هیچ کس الان فکر نمی‌کنه، چه در اون زمان چه الان، فکر بکنه که بلژیک، دانمارک، فرانسه، لهستان، هیچ کدوم اونها قدرت مقابله با آلمان نازی رو نداشتن. برای همین بود که قدرت‌های بزرگ مثل انگلستان و امریکا که در حال جنگ با نازی نبودن به اونها پیوستن و نازی‌ها رو از بین بردن، شکست دادن. به نظر من در منازعاتی مثل الان در که در خاورمیانه هست، این وظیفه قدرت‌های بزرگه
کشورهایی مثل امریکا، انگلستان، فرانسه که در این منازعات مداخله بکنن ولی و اینها رو قطع بکنن. لیکن متاسفانه اینها دخالت هایی که میکنن بر مبنای منافع خودشون. ملی خودشون هست. به خاطر برای همین هم هست که به نظر من بایستی مردم و رهبران فلسطین آگاه باشند که من فکر نمی کنم که دولت و رهبران امریکا یا انگلستان یا فرانسه منافع فلسطینی ها رو واقعا در نظر داشته باشن. منابع فلسطین تا زمانی برای امریکا مهمه که به نفع منافع ملی این مملکت یا منافع امنیتی این مملکت، منافع نفتی این مملکت باشه. برای همینه که مردم اون منطقه و رهبران اون منطقه، چه رهبران اسرائیل چه فلسطینی ها، به نظر من باید این آگاهی رو داشته باشند و همونجه که من قبلا هم گفتم بیایند و تشابهاتی رو که بین این دو گروه ابراهیمی وجود داره. بله جالب اینه، من میخواستم به این نکته، تفاوت نژادی وجود نداره، هر دو سامی هستند هر دوی این گروه. و دکتر شما بارها تو صحبتاتون براشید اگه حرفتون تموم شده من خواهش میکنم، بارها تو صحبتاتون این گلمندی رو از کشورهای خارجی که میتونن بله. در خیلی موارد جلوی این نسل‌کشی ها رو بگیرن کردید، مطرح کردید. ولی موضوعی رو که مطرحه اینه که آیا واقعاً وقت اون نرسیده که در مورد کشور خود ما، حالا این موضوع خارج از بحث ممکنه باشه، در کشور خود ما عده زیادی هنوز منتظر هستن که یکی از این کشورهای خارجی بیاد و معجزه بکنه و آزادی مثلا برای مملکت ما به ارمغان بیاره. فکر نمی کنید در این دور و زمونه دیگه چنین طرز تفکری خطا باشه و گروه ها و ممالک باید روی پای خودشون بند باشن و بتونن متکی باشن به نیروی انسانی خودشون؟ من کاملا با تو موافقم و دلم میخواد این کتاب رو، کتاب دوم رو نشون بدم. این کتاب تیترش هست واکنش امریکا بله. به هولوکاست، که در واقع واقعا عدم واکنش امریکا به هولوکاست، امریکا بی اعتنایی امریکا به هولوکاست، روگرداندن از واقعیت. بله خیلی جالبه. این کتاب رو یکی از دوستان من که در تلویزیون های امریکا یک سمت بالایی داره، زمانی که این کتاب رو دید به من گفت دکتر شما چرا این کار کردین؟ 600 صفحه راجب امریکا و هولوکاست نوشتین، چه کسی انتظار مطمئنن که امریکا کمک کرده؟ منتظر زمانی که Too little too late، وقتی که این کتاب رو خوندن، حتی تیتر فصل ها رو که خوندن، به من میگفت عجب، دولت امریکا، وزارت امور خارجه امریکا، وزارت جنگ امریکا و حتی کاخ سفید و متاسفانه حتی رهبران یهودیان امریکا، حتی اونها به خاطر مجددن شاید منافع خودشون یا شاید بیقدرت بودنشون نتونستن کمکی به این پناهجویان دوران هولوکاست بکنن. و این به خوبی نشون میده اون اسطوره‌ای که ملت راجع به این میگن که امریکا تمام منافع یهودی ها و کشور اسرائیل رو الان در نظر داره بدون توجه به اعراب و فلسطینی ها، یک واقعا اسطوره است، نه که اسطوره غلطی، یک اسطوره است، یک it's a myth. بله یک داستان عجیب و غریبی است، افسانه است، یک افسانه است و یک افسانه غم انگیز است. به خاطر اینکه اگر یهودی ها در آن زمان اینقدر قدرت داشتند که میتونستن امریکا رو کنترل بکنن، جهان رو کنترل بکنن، چگونه قادر به این نبودن که از سوزاندن 1.5 میلیون کودک بیگناه کمتر از 7 سال
جلوگیری کنه. جلوگیری کودکانی که یک کودک افسانه ممکنه بدونه که پدر و مادرش یهودی است، ولی اگهش بپرسه که یهودی یعنی چی، شما نمی. اگه نوه داشته باشین، نوه ها یا کودکان 7 سالتون اطلاع ندارن که مرامشون چی هست. برای همین من کاملا با تو موافقم که این کتاب و حتی کتاب سوم من که راجع به بی‌اعتنایی جهانیان مثل انگلستان، فرانسه، سوئیس و حتی واتیکان و پاپ اعظم نسبت به این جنایات هست نوشته شده. مسئله‌ای رو که من اینجا می‌خواستم راجبش صحبت بکنم اینه که من هم نظیر بسیاری قبل از اینکه به شروع بکنم به نوشتن این کتاب‌ها، من هم در این اشتباه بودم که شاید مسئله بی‌اعتنایی رهبران جهان به هولوکاست به خاطر مسئله یهودی ستیزی و ضد یهودی احساسات و افکار ضد یهودی اونهاست. ولی به زودی یکی دو سال پس از شروع پژوهش هام به این نتیجه رسیدم، به این که این چه اشتباه بزرگی بود که من میکردم. چرا؟ در دوران هولوکاست همونطور که بارها من گفتم، هولوکاست واقعا نبایدی محدودش بکنیم به اون 5.5 یا 6 میلیون یهودی. در هولوکاست 11 میلیون انسان بیگناه که هیچ رابطه‌ای با جنگ نداشتن، فقط به خاطر ایمانشون که یا یهودی بودن یا ایمانی متفاوت با نازی‌ها داشتن، ایدئولوژیشون با نازی‌ها متفاوت بود، از بین رفتن. و نیمی از اونها، یعنی 5.5 میلیون از اونها مسیحی بودن. و مثلا این نژادی چی؟ نژادی هم مطرح بود دکتر. بله، که میگفتن ما آریایی هستیم اینها. کاملا درسته. یه سری گروه مجددن، یه کسایی که با خودشون متفاوت، یعنی جنگ اینجا، جنگ هیتلر با اینها جنگ دیگر ستیزی بود. هر چیزی که متفاوت باشه، متفاوت ظاهر و یا باطن، باطن دیگر اندیشان یا کسایی که از نظر قیافه. و خیلی جالبه برای من که این آلمانی ها و مردم جهان چگونه این مسئله را از هیتلر قبول کردن. برای که هیتلر اولا آلمانی نبود، اتریشی بود. ثانیاً اون تعریفی رو که از نژاد آریایی میکنن، جرمن دارن که یک جوان بلوند بلند قامت چش آبی هست، هیتلر درست مخالف اون بود. یک مرد کوتاه با موهای سیاه چرده با چشمهای خشمگین و رنگهای تیره، این مرد رو این تونست به آلمانیا قبول که میگو من نژاد ما، بله مرتب نژاد ما، در حالی که این خودش به هیچ وجه این قیافه دژم نادل پسند بله. ایشون رو مردم قبول کردن و این نشون میده که افکار و احساسات انسانها، حتی این چیزی که برای ما غم انگیزه، حتی انسانهای تحصیل کرده و متمدن چقدر تأثیر پذیره، چقدر آسیب پذیره. من برای همینه که معتقدم که ضمن اینکه آموزش و تحصیل لازم هستش، منتها کافی نیست. من معتقدم که خیلی معتقدن که عشق همه مسائل حل میکنه. عشق لازمه ولی کافی نیست. عشق به دیگران لازمه. اگر کسی فقط عاشق خودش باشه، عاشق هم نوع خودش باشه، این کافی نیست. و این نشون میده که همون که گفتم اون لایه‌ای که در انسانیت ما به اسم تمدن میبینیم چه لایه شکننده، چه لایه نازک و یه چه لایه آسیب پذیریست. هم که فرمودین در زمانی که یک آدم خشن سبو به وجود میاد و اون متاسفانه قدرت رو در دست میگیره، بعد اون سبعیتش میشه حاکمیتش، اون سبعیتش میشه قانون مملکتش. برای اینکه در دوران نازی‌ها بعضی حتی طبیب بودن، PhD داشتن، استاد دانشگاه بودن و اینا رئیس اردوگاه‌های مرگ انتخابشون میکرد،
هیتلر که برن اونجا و که نشون بده که این مسئله فقط مسئله انسان‌های بی سواد و بی شعور نیستش. و این مجدداً برمیگردم که در تحصیل و سیویل تمدن متمدن بودن لازمه ولی کافی نیست. حساس شدن به رنج دیگران. این کتاب همونطور که من قبلاً هم خودتون فرمودین، برنامه قبلیتون رو شروع کردین، یک فیلسوف آلمانی هست که 10 سال در اردوگاه‌های نازی بوده، بین 1935 تا 45 به خاطر مخالفت با آلمانی‌ها، کسی به اسم مارتین نیمولر که مردم آلمان رو به خاطر پیروی و پشتیبانی از نازی‌ها محکوم می‌کنه و میگه که گناهی رو که مردم آلمان و نازی‌ها به اسم آلمانی‌ها مرتکب شدن شاید 1000 سال طول بکشه که پاکیزه بشه. نابخشودنی است. و اون یه نوشته خیلی معروف داره که میگه ابتدا به سراغ یهودی‌ها آمدم، من یهودی نبودم، ساکت ماندم. آنگاه به سراغ لیبرال ها رفتم، من لیبرال نبودم، ساکت ماندم، چیزی نگفتم. سپس به لهستانی ها هم رو بودم، من لهستانی نبودم، ساکت ماندم. آنگاه به سراغ کمونیست ها رفتم، من کمونیست نبودم، چرا حرفی بزنم؟ خود را کنار کشیدم، سرانجام به سراغ من آمدن، هرچه فریاد زدم فریاد رسی نبود، کسی فریاد رسی نبود. برای همین هم هست که بایستی مسئله هولوکاست و کشتارهای دیگه فقط نبایستی ما رو خشمگین بکنه، نبایستی ما رو فقط غمگین بکنه، باید درس بگیریم ازش. باید درس بگیریم و اون درس اینه که ما به ظلمی که به اصطلاح به دیگران میشه به اون ظلم حساس باشیم، اعتنا بکنیم و یهودی و غیر یهودی رو از هم جدا نکنیم. برای اینکه اون خواست درست همون کاری بود که هیتلر و نازی‌ها کردن که فاصله انداختن بین آلمانی‌ها و غیر آلمانی‌ها. آقای دکتر بابک‌نیا، شما در کتاب، روی جلد کتاب و در متن کتاب نقاشی های بی نظیری رو گذاشتید در این کتاب و روی جلد اینها. دکتر اگر اجازه دین من این رو نشون بدم، اون بقیه رو هم جنابالی نشون بدید و همچنین امیر جان میتونه شاید از داخل وبسایت هست نقاشی ها اونجا دکتر؟ بعد یه سرشون فکر میکنم باشه، منطقه نقاشی های آقای اردشیر محسس زندیات که واقعا شاهکاره و این نقاشی ها رو دکتر بابک‌نیا در متن کتاب خیلی جاها با توجه به متن کتاب، جایی که معنیدار هست، و بعضی از این نقاشی ها واقعا شاهکار هست. دکتر راجع به اردشیر محسس یه توضیح بدین بعد بپردازیم به بقیه صحبت. اردشیر، من این موهبت رو داشتم که حدود سه ماه و نیم مهماندارش بودیم. بله، این واقعا یه موهبتی بود که من این انسان نازنین رو در سالهای میانی دهه 80 به خاطر یک عارضه که راجب سلامتیشون بود پهلوی من اومدن، پیش من بودن و من در اون زمان بهشون گفتم که من سالهای بعد دلم میخواد یه کتاب رو راجب هولوکاست بنویسم و ازشون خواستم که بهش گفتم که هولوکاست رو برای من. دکتر معنی هولوکاست چیه؟ معنی واژه هولوکاست. ممنونم ازتون. هولو یعنی کامل. بله. هولو. یعنی هول. هولو یعنی بله. کامل. بله بله. کاست یعنی سوزوندن. عجب. هولوکاست یعنی همه سوزی. همه سوزی. یعنی همه به طور کامل یک چیزی رو از بین ببرن. متأ هولوکاست یه لغت جدید نیست. هولوکاست یه لغت یونانیه که به 2000 و 3000 سال قبل برمیگرده و اون زمان
وقتی که حیوانات رو میسوزوندن به عنوان قربانی به اون میگفتن هولوکاست. برای همین هم است که بسیاری از جمله خود من معتقدم که لغت هولوکاست برای این فاجعه درست لغت مناسبی نیست، برای اینکه اینها قربانی کسایی که در هولوکاست از بین رفتن قربانی هیچ کس نشدن. یک من فکر نمی‌کنم هیچ خدایی، هیچ ملتی، هیچ گروهی، هیچ ایمانی بخواد که 1.5 میلیون کودک که نزدیک بیش از 1 میلیون اونها یهودی های اروپا بودن قربانی بشن. از بچه های دیگه هم بودن. بله بله، من میگم که 1.5 میلیون کودک از بین رفته که بیش از 1 میلیونشون یهودی هستن، 200,000 توشون هم کودکان کولی ها بودن، کودکان غیر آریایی های بودن که نازی ها باشون لهستانی ها بودن و که از بین رفتن. و برای همین هم است که این لغت رو در عبری لغت هولوکاست رو به کار نمیبرن، یه لغت به کار میبرن به اسم شوا که به معنای فاجعه است. شوا بشه بله، شوا یعنی یک فاجعه، لغت عبری است که به عنوان فاجعه کار میبرن. یک مسئله رو که ما داشتیم دکتر راجب اردشیر محسس راجب محسس ممنونم. اردشیر زمانی که پیش من بود در سالهای میانی 1900 و اواخر سال 85 و اوائل سال 86 بود که من ازشون خواستم برای من هولوکاست رو بکشن و اون با لهجه قشنگ گیلانیشون به من گفتن که دکتر جان من هولوکاست بلد نیستم، من هولوکاست بهش آشنایی ندارم. منتها زمانی که پیش به منزل من بودن من یه مقدار زیادی مطالبی رو که تهیه کرده بودم، بله بله، کتاب ها رو بهشون نشون دادم، آلبوم ها رو نشون دادم، این عکس اردشیر، عکس جوانی اردشیر نازنینه و این یادش گرامی باد، یادشون واقعا گرامی باد و من واقعا احساس مباهات میکنم که این موهبت رو داشتم که من در 30 سال گذشته، یعنی حداقل 25 سال آخر زندگی اردشیر از طرف ایشون دوستشون خطاب می شدم و هر هفته دو هفته یک بار تلفنی با هم صحبت می کردم و هر بار من به نیویورک می رفتم به واقعا به زیارت و دیدارشون می رفتم و دیدارشون برای من اینقدر دلچسب بود که یک حرف کم می زد اردشیر، اینقدر دلچسب بود که من برای دیدارشون ولع داشتم. به هر حال ایشون در پس از اینکه به نیویورک رفتن بین سالهای 87 و 88 ایشون حدود 300 نقاشی اردشیر برای من برای کشید برای هولوکاست و سالهای سال راجبش ما صحبت کردیم که از من خواستن این کتاب بشه و من دلم نمیخواست فقط نقاشی ها به طور ساده فقط چاپ بشه و من زمانی که این کتاب های 4 جلد رو می نوشتم برای اون نقاشی هایی که اردشیر کشیده بود یک سری نوشته هایی رو که مناسب و گویای اون نقاشی ها هستش رو. آیا اون متأثر بود از نوشته ها یا شما از نقاشی ها چیزایی رو پیدا کردید؟ بله بله، درست برعکس، یعنی اردشیر نقاشی ها رو کشید، من با بسته به احساسی رو که تو نقاشی بود از بین هزارها نوشته ای که از زبان بازماندگان هولوکاست، از دفترچه خاطرات قربانیان هولوکاست و نیمی از اونها راجب ستمگران دوران هولوکاست هست رو من با همدیگه منطبق کردم و کتابی است که متاسفانه امروز همراه خودم ندارم، ان شاءالله در برنامه بعد نشون راجب اون کتاب بله میتونیم. اون بار هر دوی ما بله داشتیم کتاب رو. بله بینندگان عزیز، اون کتاب یکی از بهترین و زیباترین کتاب هاست با مطالب فوق العاده جالب و نقاشی های متعددی از زنده یاد اردشیر محسس. دیدنی است کتاب، هم از نظر نفیس بودن و هم از هر جهت دیگر. شماره تلفن سفارش کتاب ها رو روی پرده تلویزیون ما خواهید دید و میتونید تماس بگیرید آقای دکتر بابک نیا،
هم برای این 4 جلد هم برای اون کتاب هزینه چاپ رو با یک مبلغ خیلی جزئی برای فاندیشن و یا بنیادی که ایجاد شده برای این کار بدون دریافت هزینه پست، یعنی هزینه پست به هر جای دنیا، درست میگم آقای دکتر، رایگان هست و شماره تلفن رو روی پرده تلویزیون میبینید. اگر علاقمند هستید سفارش بدید. کتاب ها رو به نظر من یک مجموعه است که برگ برگش انسان رو به تفکر وامی داره و به تعجب و تأسف و می آموزه. شاید این گونه آموزه ها باعث بشه که لااقل مردم، من راجع به کشور خودمون فقط میخوام اینجا صحبت کنم، مردم کشور ما گول افراد شیادی رو که معلوم نیست به چه دلیلی، چون برای من یکی مبهمه این قضیه، به چه دلیلی فردی مثل احمدی نژاد اینطور میاد و حتی سمینار میگذاره برای اینکه ثابت بکنه یک چنین اتفاقی که در همین قرن خود ما اتفاق افتاده، تکندان هم دور نیست این فاجعه، بخواد اون رو نفی بکنه و بخواد بگه اصلا وجود خارجی نداشته و بعد خودش رو نقض بکنه که بگه که خب اگر هم این فاجعه بوده این رو چه کسانی به وجود آوردن؟ اروپایی ها. پس ببینید خود این به اصطلاح تناقضی که وجود داره در بین گفته های این افراد که خودشون هم نمیدونن چی دارن میگن، نشانگر این هست که واقعا از بی اطلاعی مردم، از عدم مطالعه مردم استفاده میکنن که این یکی از بزرگترین نقیصه های ما هست. بیننده عزیز، ما خواننده کتاب نیستیم، باید در این مورد اگر خودمونم تا به حال تلاش نکردیم فرزندانمون رو تشویق بکنیم به خواندن کتاب. این مملکتی که من الان در زندگی میکنم از اون بچگی، از کودکستان بچه ها رو آموزش میدن، بله، که کتاب بخونن، کتاب های داستان بخونن، قصه بخونن، کتاب های مصور بخونن. ببخشید آقای دکتر، من دکتر در مورد هفته پیش راجع به این نشون دادیم، عکسایی رو دیدیم از قطارهایی که این افراد رو می آورد به داخاو و بقیه اون مراکزی که افراد رو توی کوره های آدمسوزی که تعبیه شده بود برای این کار عجیب و غریب می سوزوندن. آیا از سراسر اروپا افراد رو جمع‌آوری می‌کردن و می‌آوردن یا اینکه مال فقط خود آلمان بودن اینا؟ ممنونم از اون. نخیر، از سراسر اروپا بود، برای اینکه آلمان در دوران نازی فقط 504 هزار نفر یهودی داشت، یعنی فقط 1% یا بیش از 1% مردم، و از اونها هم حدود 70 تا 80 هزار نفرشون پس از هولوکاست زنده مونده بودن. منتها اون بقیه چند میلیون رو از لهستان، چکسلواکی، بلغارستان، مجارستان، اوکراین، لیتوانیا، لیتوانی، هر جایی رو که استونی، حتی جالبه که ممنونم از اینکه این استونی رو گفتین، حتی یک کشوری مثل آلبانی، آلبانیا، که فقط 200 تا یهودی داشت. اینا رو چطوری شناسایی میکردن آقای دکتر؟ یک سری چیز داشتن، یک سری نخیر عامل نازی ها داشتن اونجا که میرفتن توی کشورها، و خیلی جالبه اینها متاسفانه یهودی ها در اون زمان رابطه هاشون با هم دیگه قطع شده بود. نمیدونم اینو خبر دارن یا نه، بعد از قوانین نورنبرگ که 15 سپتامبر 1935 برقرار شد، کم کم نازی ها رابطه یهودی ها رو با رابطه غیر یهودی ها قطع کردن. چگونه؟ یهودی حق اتومبیل نداره، یهودی حق داشتن رادیو نداره، یهودی حق خوندن مجله و روزنامه نداره، یهودی حق داشتن تلفن نداره. تو اون جداول نشون داده. بله بله. و اینها رو جمع میکردن توی نواحی که بهش میگفتن گتو، که اینا یک ناحیه محدود بود، و اینا پس از مخصوصا پس از نوامبر
دهم نوامبر 1938 رابطه شون رو با دنیا و دنیای خارج قطع میکرد. و خیلی جالبه، اینا این فلسفه بسیار امیزه جالب و شگفت‌انگیزی بود. بلکه وقتی میرفتن مثلا به آلبانیا، یهودیان آلبانی خبر نداشتن که چه مسائلی برای یهودیان چه چیزایی در پیشه در پیشه. بعد با رهبران یهودی آلبانی صحبت میکردن که ما برای اینکه وضعمون روشن بشه با یهودیا لیست یهودی ها رو میخوان، و بسیاری از این شاید وعده های دروغ هم میدادن که ما میخوام اینا رو جابجا بکنیم، اینها رو ما میخوام بدیم. در یک نقطه ای از لهستان که سرزمین های بزرگی داره اونجا و یه مقدارشون اکثر یهودیای اروپا در اونجا هستن، برای اینکه لهستان نمیدونم، من خودم نمیدونستم اینو قبل از اینکه شروع کنم به بررسی اینا، 3.5 میلیون یهودی داشت، 3.4 میلیون نفر لهستان در دوران نازی یهودی داشت. و نازی‌ها هر جا میرفتن میگفتن ما اینها رو داریم جمع میکنیم در یک منطقه در شرق لهستان که اونجا رو بکنیم مرکز یهودیان اروپا. تو خود لهستان هم مثل که کوره آدم سوزی بوده، تمام کوره های آدم سوزی 90% بیش از 90%شون توی لهستان بود. و خیلی جالبه، ممنونم که این سوال کردین، به خاطر اینکه گوبلز و هیملر قرار گذاشته بودن که به اصطلاح خاک پاک آلمان حتی آلوده با نشه. خون یهودی و با خاکستر یهودی آلوده نشه. برای همینه که لهستان رو انتخاب کردن و 6 مرکز آدمکشی و آدمسوزی نازی ها اونجا مستقر بود، در اونجا بود که میگفتن که این حتی خاک آلمان با خاکستر این افراد آلوده میشه، آلوده نشه. کاملا درسته. این گستردگی و عمق این مسئله هولوکاست واقعا انسان رو به شگفت‌انگیزی میندازه. قبلا هم من گفتم که افکار انسان یه افکار محدوده، من نمیتونم فکر بکنم که میتونم به کره ماه برم، ولی تصورش رو میتونم بکنم، من میتونم تصور تو ذهنم بکنم، تو ذهنم بگیره. اتفاقاتی که پیرامون فاجعه‌ای به اسم هولوکاست به انسانیت اتفاق افتاده، گستردگیش و عمقش جناب حجازی انقدر عمیق و وسیعه که حتی نه در فکر انسان، در تصور انسان هم نمی‌گنجه. من در این کتاب‌ها، در این 4 کتاب حدود نزدیک به 4000 منبع وجود داره، رفرانس وجود داره، برای اینکه بعضی از صحبتایی که در این کتاب نوشته واقعا باور کردنی نیست. به طور مثال یک افسر جوان نازی میگه زمانی که کودکانی رو که از اردوگاه ها و از گتوها می آوردن، گتو هم یه نوع اردوگاه دیگه، گتو یه منطقه محدودی است که حصار شده است و یه گروهی رو توش نگه می داره، یعنی در واقع یه زندانه، یه زندانه کاملا درسته، کاملا درسته، یه زندان عمومی با حداقل امکانات، نه که فقط حداقل امکانات، هی مرتبا هر هفته و هر ماه کم کردن امکانات، به طور همون امکانات محدود، مثلا غذا رو زمانی که وارد گتو مثلا ورشو شدن یهودی ها بهشون 1700-1800 کالری در روز که حد متوسطی است برای یک انسان که زنده بمونه میدادن، و پس از اون هر ماه اینو 5% کم میکردن، به طوری که در پایان سال اول در سال 1941 مقدار کالری که در هر غذای روزانه اینها بود به 300-400 کالری رسیده بود، به طوری که اینها انقدر این کودکان اینها ضعیف شده بودن، نحیف و ضعیف شده بودن که یک افسر آلمانی میگه زمانی که اینها رو به اردوگاه های مرگ میوردن در تربلینکا و یا در آشویتس، میگفت من به خوبی یادمه
که پنج کودک رو بین پنج انگشت مثل پنج مرغ میشد گرفت و میگرفتیم ما در هر کدوم از انگشتا. میگفت من خودم یادمه که سربازانی بودن که 10 تا کودک رو هر کدوم پنج تا با دو دست میگرفتن و چون این بچه‌ها انقدر ضعیف بودن که نمیتونستن در اتاق‌های گاز بایستن، اینها رو ما مستقیما توی کوره آدم سوزی مینداختیم. و من میگم که این مسئله، خوندن این مسئله و نوشتن این مسئله انقدر باور نکردنی است. الان که شما دارید میگید واقعا من حالم بد شده، دگرگون شده. بایستی بشه. ممنونم که حالتون دگرگون شده و من نمیگم بخوام خوشحالم، هدف از نوشتن این کتاب ها همینه که انسان دگرگون بشه، انسان نسبت به هم نوع خودش، رنج هم نوع خودش حساسیت پیدا بکنه. من خوشحالم که الان میبینم چشم شما تر شده، به خاطر اینکه هدف از نوشتن این کتاب ها اونه که یک نفر انسان مهربان نازنین مثل شما نسبت به این قضیه حساس بشن که من یه نوه دارم، این نوه 7 ساله منه، چگونه ممکنه یک نفر این نوه رو به خاطر اینکه ایرانی است یا مسلمان زاده است که اصلا نمیدونه اون بچه مسلمان چیه، یک نفر از بینش بر بگیم تو مسلمانی. و این هدف از نوشتن این کتاب ها، همچون که من در پشت کتاب اول نوشتم هدف از نگارش این کتاب افزایش آگاهی، درک، حساسیت وجدان و اخلاق انسانی به درد و رنج ناشی از ستمگری انسانها به انسانهای دیگر است. من امید دارم که کتاب‌های نظیر این روشنگر و رهنمای ما در این مسیر حساس شدن باشه. بله. بینندگان عزیز، گفتگو می‌کنم با آقای دکتر اردشیر بابک‌نیا در مورد 2500 صفحه مطالبی که در این 4 کتاب مندرج هست. دکتر بابک‌نیا پزشک هستند، دکترای پزشکی خودشون رو از دانشگاه تهران گرفتن، تخصص بیماری های زنان و زایمان رو در دانشگاه های جان هاپکینز و سایر مراکز علمی امریکا به دست آوردن و در دانشگاه کالیفرنیا تحصیلات داشتن. برای اصطلاح نوشتن این کتاب ایشون بیش از 15 سال وقت گذاشتن و حرفه اصلیشون تقریبا تحت شعاع قرار گرفته و کنار رفته در طول این مدت، که یکی از خودگذشتگی واقعا حیرت انگیز هست. دکتر، این کسایی که می آوردن به این اردوگاه ها آزمایش های پزشکی روشون انجام می دادن، چه نتیجه می خواستن بگیرن از این؟ من از تو ممنونم که اینو پیش کشیدین. اتفاقا من در حال فکر هستم که الان دارم راجبش بررسی میکنم که یه کتابی راجب پزشکی یا در دوران هولوکاست، در دوران نازی بنویسم که چه کسانی به اسم پزشک چه جنایاتی رو انجام دادن. به طور مثال اینها میخواستم بدونن که اثر گرسنگی های طولانی روی بشر چیه، در روی بشر چیه، چه اثری روی کبد داره، چه اثری روی مغز داره، چه اثری روی هوش داره، چه اثری روی کار کلیه داره. یعنی آزمایش هایی که روی حیوانات میکردن توی برای پاره ای از کمک ها به بشریت، اینها داشتن روی بشر میکردن. اگزکتلی، کاملا درسته. و حتی یه سری تست آزمایش اینا میکردن روی دوقلوها، این خیلی از دوقلوها رو اینا از بین نمیبردن، اینا رو میگرفتن یک دوقلو رو یه تجربه روش میکردن، یک دوقلوهای شبیه و غیر شبیه رو، دوقلوهایی که شبیه بودن رو که کاملا از نظر ژنتیکی یکی هستن رو که ببینن اثر این ژن و اثر محیط چیه. همجوری که میدونین انسان تشکیل میشه از 2 تا چیز به قول امریکایی، نیچر and nurture، یعنی تربیت انسان، ذات انسان و طبیعت انسان. من برای همینم از که میگم که این کاملا من به این مسئله اعتقاد راسخ دارم
که هیچ کس با تنفر به دنیا نمیاد، هیچ کودک. یعنی ذات بشر اون نیست. ذات بشر ذات خوبیه. تنفر به انسان داده میشه، میآموزه. آموزه. برای همینم است که من معتقدم چیزی رو که به انسان یاد میدن میتونن ازش بگیرن. من معتقدم که اینو خیلی ممنونم که پیش اومد راجبش صحبت بکنید. به نظر من به عنوان یک طبیب تنفر یک بیماریه، یک بیماری روانی، یک بیماری روانی اجتماعی است، سایکو سوشال دیزیز. بر همین هم است که من همیشه در سخنرانی ها میگم که کسانی که به بیماری تنفر مبتلا هستند برایشون از خداوند طلب شفاعت بکنی. امریکایی ها میگن somebody hates you, wish them to get well soon. کسی که از تنفر داره آرزو بکن که شفا پیدا بکنه. شفا پیدا بکنه. من واقعا کسایی رو که تنفر دارن نسبت به گروه های دیگه براشون دلم میسوزه. خیلی جالبه، اینو یک نفر به اسم تاماس اکوینس یک جمله گفته در قرن 16 هم در سده 1500 که امروز اون کاملا، حتی امروز هم میبینین که چقدر این جمله امروزی است. این دکتر ما حدود 3 دقیقه تا 4 دقیقه وقت داریم. بنده خواهش کنم، نه میخواستم این بحثو ببندیم که بتونیم بعدا به یه جایی برسه که بتونیم ادامه بدیم. چشم عزیزم. این تاماس اکوینس که همون معروف به سنت تاماس، میگه من در حیرتم که چه نقصی در طبیعت بشر هست که نمیتونه چیزی رو، اینو بهش دقت بکنیم، چیزی رو یا کسی رو که نمیشناسه دوست داشته باشه. نمیتونیم، ما قادر نیستیم کتابی رو که نخوندیم دوست داشته باشیم. بله. کسی رو که ندیدیم نمیشناسیم دوست داشته باشیم. غذایی رو که ندیدیم نچشیدیم دوست داشته باشیم. ولی کسی رو ندیده ما تنفر ازش داریم. چه جالب این، خیلی جالبه. این میگه این چه نقصی، سنت هم اینم یک کشیش بوده. بله بله. این میگه چه نقصی در طبیعت بشر هست. خیلی جالبه که خیلی اینو راجع بهش که فکر بکنین. این مسئله هیت رو آدم میتونه حل بکنه، میتونه که واقعا به عنوان یه نقصه، به عنوان، وقتی من گفتم هی تنفر یک بیماریه، یه نقصه و به عنوان نقص بایستی آدم برای کسایی که تنفر دارن به حالشون دعا بکنه. خب بینندگان عزیز، صحبت امروز من با توجه به محدودیت وقت در اینجا به پایان میرسه. من بار دیگه از شما بینندگان عزیز میخوام خواهش بکنم مطالعه بکنید. اولا الان با این شرایطی که وجود داره امکان مطالعه، امکان بررسی و امکان اینکه خودتون از طریق بررسی ها و پژوهشی رو که انجام میدید، از طریق مطالعه میتونید مسائلی رو دریابید که از طریق سخن این و آن و فقط و فقط به اخبار و مسائل افواهی توجه کردن نمیتونید در بیابید. این یه موضوعی است که خود شخص شما باید این رو انجام بدید و در این زمینه منابع زیادی هست. اگر علاقمند باشین دیگه مسئله اینترنت این رو به قدری ساده کرده، شما انواع و اقسام مطالب رو میتونید تو اینترنت پیدا بکنید، مطالعه بکنید. بعدم فکر میکنم که باید اقدامی بشه که جلوی از بین رفتن بسیاری از بسیار نوشته ها، جراید و روزنامه ها و مجلات گرفته بشه. الان ما چند وقت پیش شاهد تعطیلی کیهان لندن بودیم. اینها ضایعه است، ضایعه است که یک نشریه‌ای که اطلاع دهنده است دکتر، نشریه‌ای که سالیان سال با رنج و با دردسر و با حداقل امکانات به حیات خودش ادامه بده، به علت یک کمی کم لطفی من و شما و عدم توجه به
ادامه حیات این نشریات از بین برن. برنامه امروز کلکش در اینجا به پایان میرسه. با سپاس از همه شما بینندگانی که حوصله کردید و با من و آقای دکتر اردشیر بابکنیا بودید. تا هفته آینده باتون خدافظی میکنم، اگر دکتر بابکنیا فرصت داشته باشن، چون این بحث بحث بسیار بسیار طولانی است، این بحث رو با ایشون پی خواهیم گرفت. تشکر میکنم از امیر درخشان عزیز که در طول برنامه با دقت بدون آمادگی قبلی، بدون اینکه ما ازش خواسته باشیم، خودش به موقع تصاویری رو به نمایش گذاشت که مربوط میشد به نکاتی که دکتر بابکنیا راجبش صحبت میکردن. روز و روزگار به شما خوش، تا هفته آینده.